سلام بر همه همیهنان عزیزم. من امروز بزرگترین غم دنیا را تو دلم داشتم و بزرگترین شادی رو تو قلبم. من به عنوان یه ایرانی، یه ورزشکار ایرانی، هیچ موقع آرزو نمی کردم یک تیم ما ببازه، ولی در این روز که ما باختیم و هممون خوشحال شدیم فقط به خاطر اینکه اون پرچم الله برداشته بشه، اون حزب الله از میون ما بره بیرون و جا شیر خورشید بیاد، واقعا دلم گرفته و بدونین برای اون ورزشکارا که تو زمین جنگیدن و شایسته بردنم داشتن بازنده اومدن بیرون و ما همه خوشحال ملت تو خیابونا جشن گرفتن. ببینین این حکومت جمهوری اسلامی چه بلایی سر همه آورده که مرگ تیم ملیش میبازه خوشحال میشن. والا از این ننگینتر برای اینا چی میخوان؟ و واقعا دلای ما به خاطر یه همچین حرکتی که در این موقع حساس که حکم داده شده که این جمهوری باید بره، اینا اون لحظه حتی دست از برنامه ریزی هاشون بر نمیدارن. دختر زیبایی رو نشون میدن با لباس شیک پرچم حزب الله. اون دختر چه گناهی کرده؟ اینا رو حساب کنین. تیم ملی چه اشتباهی کرده؟ تیم ملی زمانشه، وجودشه در این تایم که بتونه تو عرضه میدان خود دمایی کنه و به همچین مشکلات روانی روبرو شه. تیم امریکا لایق بردن ما نبود، ولی ما آرزو کردیم که تیممون ببازه. خیلی غمه، خیلی درد داره، به خدا خیلی درد داره. و این نسل شیک پازاگار که همون فوتبالیستا یکی از اون نسلان که در همین رژیم به دنیا آمدن، دلشون تاپ 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 میزد و به میدون میامدن و دو دل کار میکردن. از اون اولش مشخص بود. نمیدونم چی بگم که زندگی ما و هموطنانمون به خاطر یک جمهوری اسلامی کثیف و نسل کش مملکت ما چنین بلایی به سر ما آورده و هممون به خاطر اینکه پرچم حزب الله توشه هیچ کدوم شادی نکردیم و همش امیدیم که پرچم شیر و خورشیدمون بره بالا. واقعا دنیا فهمید در ایران به خاطر باخت تیمش مردم چقدر شادی کردن. چون چرا؟ رئیس جمهور ایران یه آدم بی سواد و بی شعور ملاقات کرده با اینا و یه گلم پولم خرج کرده. دخترایی که معلوم نیست کدوم کشور هستن با نیمه لخت با پرچم حزب الله خودشون رو تو اونجا نشون، همون حالت که اون بنگلادشی ها کارگرهای بدبختش کردن برای 10 دلار.
Sorry, you pay for your ticket or just gift? Gift? Very good. I think you do good and they give you gift. Which team win the match? Can I see? کاتگوری 1800 ریال 8 میلیون تومان 3 تا 1 2 3 24 تا 1 میلیون و 800 هزار دلار خرج کردن این اجنبی ها رو فرستادن اونجا بگن زنده باد فوتبال ایران. کدوم فوتبال؟ فوتبالش که غم تو دلش گرفته هموطنش میبینه دختر 14 ساله میبینه پسر 7 ساله میبینه همه دار داغ کشته شدن چطور میتونه پا تو میدون بذاره و با تمام قدرتش بتونه به جنگه؟ وای گریمون هیچ خندمون هیچ باخته و برندمون هیچ تنها گوشتمونده غیر از اون هیچ. الان موقعیت مناسبیش اعتصاباتون رو انجام بدین. شکست اینا 100% دیگه جایی نداره. موقعیتی که در این مسابقات قطر داشتن، حتی قطری ها مبین خواهن رفت، حتی دوبی ها وقت مبین خواهن رفت، دیگه پول ملت ایران به اونا نرسه، سرمایه ملت اینا اونا نمیتونه بخورن. اگه گلشو میکشیم بیرون و باید اون سرمایه برای جوانای مملکتمون خرج بشه، برای اون کارگرا و اون کارمندا، نه برای شاهزاده هاشون رو عرض کنم ولایت بقیه ها بازی بشه. اینا ایش کدوم دیگه جایی ندارن. شما به عنوان یک شهروند چرا کاری برای مقابله با تحریم ها دارید؟ دروغ نگیم. یعنی چی دروغ نگیم؟ یعنی اینکه اون مسئولی که میاد پشت تلویزیون برمیگرده میگه ما با مردم هم دردیم، شبا مثل ما فقیرا نون ماست میخوره، صبح تا شب کار میکنه واسه چست و من، نونوای محل و سوپری مر هر دقیقه جلوشو میگیرن واسه پول نسیه، شده تا الان مایی یه بار میوه تو خونش نیاد، صابخونه هر دقیقه در خونش زده واسه پول اجاره، شده تا الان پشتش بشکنه زیر گرونی، شده تا الان خانوادش به خاطر بی پولیش به سرکوفت بزنن؟ خب اگه وجود دارن، اگه شرف دارن، اگه غیرت دارن، بیان حقوقشونو مال و اموالشونو با ما مردم تقسیم کنن که با هم در تحریم باشیم، نه اینکه زجر و بدبختی شما بکشیم و اشغالشو یکی دیگه با بچه هاش. بس دیگه، کم دروغ بگید. دشمن ما اونایی هن که وای میسن صاف تو چشای ما نگاه میکنن و دروغ میگن. واقعا اگر من دارم با این لباس صحبت میکنم، دلم چون به خاطر عشق ورزش چنین دردناک شده. شب و روز نخوابیدیم که تیم فوتبال رو ببینیم. چه کار میتونه بکنه؟ آرزو قلبیمون ببره، آرزو وجدانیمون ببازه. چرا؟ پسر 7 ساله و دختر 14 ساله و بقیه همه کشته شدن، خون بابت آزادی مملکت دادن. من نسلشی که بازرگان تونسته به اینجا برسه، بدونین من عاشق همه تونم. توی کوچه های نسیم رفته پی بلگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه و دق میده ماه و دق میده درد بی دردی پاییز اومده.
از اون فوتبالیست ها که جنگیدن و اونایی که خیانت کردن و اونایی که نامردی کردن بدونین جایی در میان همه عشاق مملکت نخواهین داشت غیر ورزشکارا. همونطور که فهمیدین حتی خانواده های اونا را گرفتار کردن، مبادا اینا برخلاف جمهوری اسلامی حرکت کنن. ببین اینا چقدر ترسیدن، چقدر بیشورن، بلد نیستن چیکار کنن. فهمیدن که مملکت تو دست اونا نیست و شایسته مدیریت هم نیستن. آدم کشار گذاشتن رستگار ولی نمیدونن یک ملت 85 میلیونی بلند شده و پشتبان اون دنیا بلند شده. نگاه کنین همسر کلینتون چه صحبت هایی میکنه و احترام به زنهای ایرانی گذاشته. Women coming together as they are in Iran demanding action must be supported by all of us. The campaign Eyes on Iran, which is a multimedia art activation in the shadow of the United Nations, is intended to make sure that the public does not forget or ignore the brutal crackdown occurring on Iranian women and girls. And it is a plea to the press of the world to continue covering this horrible series of events inside Iran. Do not move on from this story, we beg you. ولی نمیدونست همین دموکرات ها این بلا رو سرمون آوردن و شاهنشاه ما رو که صلح طلب بوده و حاضر نبوده خون از دماغ کسی بیاد از اون موقعیت کنارش گذاشتن. همه تو خواهیم فهمید جوانهای پازارگاد همه مانند شاهنشاه و فرزندانش به خوبی روشنفکرتر شدن و میفهمن به چی میخوان. این مهمه. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد پرچم شیر خورشید ایران، زنده باد فرزندان پازارگاد و زنده باد زن، زندگی، آزادی.